به نام حق و حقیقت، درود بر شما حقجویان گرامی. امروز میخوایم راجع به برهان تجربه نزدیک به مرگ با هم صحبت بکنیم. تجربه نزدیک به مرگ چیه؟ زمانی که فردی علائم حیاتی خودش رو از دست بده به صورت کامل و بعد از چند وقت، حالا ممکنه چند دقیقه یا چند ساعت طول بکشه و دوباره علائم حیاتی خودش رو به دست بیاره، به این اتفاق میگن تجربه نزدیک به مرگ. افراد زیادی هستن توی دنیا که ادعا میکنن تجربه نزدیک به مرگ داشتن. چرا بهش میگن تجربه نزدیک به مرگ نمیگن مرگ؟ به خاطر اینکه خب مرگ نیست، یعنی مرگ چیزیه که انسان ازش بر نمیگرده و اینها همه کسانی هستن که پس از اینکه به اصطلاح پزشکی مردن دوباره زنده شدن. حالا یا احتمال داره که اون پزشکی که علائم حیاتی اینا رو اندازه‌گیری می‌کرده خوب دقت نکرده توی اندازه‌گیریش، یعنی واقعا علائم حیاتی داشته و اون متوجه نبوده، یا اینکه احتمال دیگه‌ای که هست اینه که علائم حیاتی انسان این چیزهایی که الان در علم پزشکی هست و متداول هست اینها نیست و مرگ یک سری علائم دیگری داره که اونها باید اتفاق بیفته تا مرگ قطعا رخ بده و شاید ما بسیاری از افرادی رو که دفن می‌کنیم بریم زنده به گور می‌کنیم. اینم یک احتمال دیگه هست و یک احتمال هم هستش که نه، اینها واقعا مردن و زنده شدن. ما رویکردمون برای بررسی این برهان رویکرد انکار کردن نیست، یعنی ما نمیخوایم بگیم آقا همه اینا دروغه. اینم یه رویکردیه. من دیدم بعضی از فلاسفه آتئیست در پاسخ به برهان تجربه نزدیک به مرگ گفتن آقا اینا کلن دروغه، اینها داستانهایی که سرهم کردن به خاطر اینکه مشتری جذب بکنن، به خاطر اینکه باور به خدا رو به شما بقبولانن. وقتی دیگه برهان منطقی کم آوردن برای اینکه به شما ارائه بکنن، رفتن از این داستانها برای شما ساختن. خب این یه روی کرده انکار کلی، یعنی اصلا میگه اصلا قضیه از اصل غلطه. اما با توجه به اینکه افرادی که ادعای تجربه نزدیک به مرگ دارن توی دنیا زیاد هستن، توی شهر خودمون، توی کشور خودمون، توی اقوام خودمون ما از این افراد میتونیم پیدا بکنیم، و با توجه به اینکه احتمال تبانی اینها با هم دیگه کم هست، یعنی احتمال نداره که یه نفر اومده باشه به همه اینا پول داده باشه که اینا همه با هم دیگه یه دروغی رو به هم بگن، پس ما نتیجه میگیریم که یک چیزی هست و میخوایم بریم کشف بکنیم که حالا اون چیز چی هست. ما نمیخوایم قضیه رو از انکار بکنیم، بگیم که نه اصلا تجربه نزدیک به مرگ دروغ محضه. نه، ما فعلا رویکردمون این نیست. ما میپذیریم که یک اتفاقی هست و این کسانی که دارن این مشاهدات رو نقل میکنن دروغ نمیگن. ما فرض رو بر این میذاریم که مشاهدات راست باشه، یعنی کسانی که دارن مشاهدات تجربه نزدیک به مرگ رو نقل میکنن دارن راستش رو به ما میگن. ما با این فرض میخوایم جلو بریم. حالا میخوایم تحلیل بکنیم ببینیم آیا این مشاهدات به خدا میانجامد یا به چیز دیگری میانجامد. ما به این قسمتش کار داریم. بر فرض که کسانی که دارن تجربیات نزدیک به مرگ خودشون رو نقل میکنن همه راست بگن، آیا این نتیجه میشه که خدایی وجود دارد؟ آیا اون خدایی که اینها دیدن باهاش صحبت کردن، بعضیا میگن ما خدا رو دیدیم، بعضیا میگن ما با خدا صحبت کردیم، صداشو شنیدیم، آیا اون خدا اوصاف خدایی که ما در ذهنمون هست رو دارد یا ندارد؟ این رو ما الان میخوایم بهش بپردازیم. پس امیدوارم که صورت مسئله برای شما واضح شده باشه. خب مشاهداتی که این افراد نقل میکنن عموما در یک سری چیزها با هم دیگه مشترک هستن. بعضیا هستن که به صورت تخصصی این تجربیات نزدیک به مرگ رو مطالعه میکنن. من فعلا این کار رو انجام ندادم و تجربیات زیادی رو جمع‌آوری نکردم. همین چیزهایی رو که مطرح هست در تلویزیون پخش میشه، توی اینترنت هست، توی فضای مجازی هست، توی کتاب‌ها هست مطالعه کردم. همین چیزهایی که معروف‌تر و مشهورتر هست، من اینها رو فعلا مد نظر قرار میدم. بسیار خوب. کسانی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن معمولاً از نورهای درخشانی که دیدن نقل میکنن، از تونلی که از توی اون عبور کردن صحبت میکنن، از موجودات فرازمینی که اون بر تونل دیدن صحبت میکنن، از اجدادشون، اقوامشون که قبلا از دنیا رفته بودن و اونجا دیدن، اینها رو میان بیان میکنن و در یک جمله حرف همشون اینه که میگن مرگ پایان زندگی نیست و بسیاریشون هم میگن اونجا خیلی خوب بوده. البته بودن کسانی که میگن اونجا بسیار وحشتناک بوده و رعب‌آور بوده، چیزای ترسناکی رو نقل میکنن، ولی خب اکثرا میگن اون بر خیلی زیبا هم بوده و مرگ تجربه تلخی نبوده براشون، تجربه لذت بخشی بوده و دوست داشتن که این تجربه رو دوباره تکرار بکنن. و
بعضی از این افراد با موجوداتی به نام فرشته اونجا آشنا شدن، میگن ما فرشته ها رو دیدیم اونجا و اونها با ما صحبت میکردن. بعضی هاشون ادعا میکنن که ما پیامبران رو اونجا دیدیم و با اونها صحبت کردیم. بعضی ها ادعا میکنن که ما خود خدا رو دیدیم، با خود خدا صحبت کردیم، یا اینکه فقط خدا رو دیدیم، یا اینکه فهمیدیم خدا چی هست. اینها مشاهداتی است که افرادی که تجربیات نزدیک به مرگ داشتن نرو میکنن. بعضی هم هیچی یادشون نمیاد، فقط یه سری نور سفید یا حتی اون هم یادشون نمیاد، ولی خب از لحاظ پزشکی اینها چند دقیقه رو در حالت مرگ سپری کردن و همین که بعد از این قضیه برگشتن به دنیا، این یک تجربه نزدیک به مرگ حساب میشه. بعضیا هستن که میگن ما زمانی که مرده بودیم بدن خودمون رو از یک ارتفاعی از بالا داشتیم مشاهده میکردیم، انگار مثلا ما جایی نزدیک سقف اتاق بیمارستان یا اتاقی که خودمون اونجا قرار داشتیم وایساده بودیم و بدن خودمون رو که روی تخت یا روی زمین یا توی ماشین له شده در اثر تصادف بود، اون رو داشتیم نگاه میکردیم. یعنی من چیزی غیر از بدن خودم بودم. اینم ادعایی که بعضیا میکنن. بسیاری از اینها میگن ما در اون شرایط که بودیم عملیات احیای پزشکی رو داشتیم مشاهده میکردیم، یعنی میدیدیم که دارن به ما ماساژ قلبی میدن، تنفس مصنوعی میدن، اینا رو مشاهده میکردیم. بعضی از اینها نقل میکنن که ما توی اون شرایط که بودیم خیلی احساس آزادی زیادی میکردیم، رفتیم تو سیاره زمین رو قشنگ گشتیم، رفتیم به خونمون سر زدیم به بچه‌هامون. بعضیا میگن ما گذشته رو دیدیم، آینده رو دیدیم. بعضیا میگن ما در اون حالت میتونستیم بریم درون ذهن افراد رو ببینیم. و چیزایی که نقل میکنن متنوع و اگر بخوایم صادق باشیم، بعضی از این داستان‌ها داستان‌های بسیار جذابی هست، جای تأمل و درنگ داره این مطالب. و بسیاری از این داستان‌هایی که نقل میشه بهش نمیخوره که دروغ باشه، بهش نمیخوره که داستان نویسی باشه، ممکنه توهم باشه، ولی علائم صداقت و راستی در بسیاری از این داستان ها به چشم میخوره. بعضیا هستن که تیم پزشکی میان تایید میکنن مشاهدات اون فرد رو، یعنی مثلا اون فرد میگه من دیدم تیم پزشکی داشت این کار رو انجام میداد و تیم پزشکی میگن آره ما این کار رو داشتیم انجام میدادیم. یعنی به نوعی یک سری دلایلی برای راستی خود داستان خودشون هم نقل میکنن، مگر اینکه بگیم که تیم پزشکی و این فرد و همشون با هم دیگه دست به یکی کردن که داستانی رو سر هم بکنن. میگم داستانهاشون خیلی تعارضات منطقی درونی نداره که ما از خود داستان متوجه بشیم که این دروغه. و چون تعدادش زیاده در دنیا، مثلا همین برنامه‌ای که تو تلویزیون ایران پخش میکرد، بالاخره خب تعداد زیادی از افراد میومدن و این مشاهدات رو نقل میکردن، این چیز رو به ذهن انسان متبادر میکنه که یک حقیقتی هست. بالاخره تجربه نزدیک به مرگ یک پدیده‌ای هست که ارزش مطالعه آکادمیک رو داره، باید روش تحقیق بشه و داره میشه. یعنی اینجوری نیستش که دانشگاه دنیا نسبت به این پدیده بی تفاوت باشن. تو دانشگاه دنیا یک سری آزمایش هایی داره به این مسئله انجام میگیره. خب حالا از دیدگاه فلسفی، از دیدگاه خداشناسی که ما مد نظرمون هست، بیاین به قضیه نگاه بکنیم. بر فرض که تمام چیزهایی که این افراد نقل میکنن درست باشه، ما چه نتیجه میگیریم؟ ما نتیجه میگیریم که خدا وجود داره. کسی اومده میگه من با خدا صحبت کردم، خدایی رو دیدم. خب اون داره این حرف رو میزنه، ولی آیا اجازه داریم که از اون فرد چند تا سوال بپرسیم؟ اجازه داریم بگیم که آقا این خدای شما چه شکلی بود؟ این خدا با شما داشت صحبت میکرد؟ یعنی اول یه کلمه رو گفت بعد یه کلمه دیگه رو گفت، یعنی محدود در زمان بود آیا این خدای شما؟ آیا این خدای شما یه شکل خاصی داشت؟ یک موجود بیولوژیک بود؟ آیا در مکان قرار داشت این خدایی که با شما داشت صحبت میکرد؟ یا فقط شما یه صدایی رو درون ذهن خودت شنیدی؟ از کجا فهمیدی اون صدایی که درون ذهنت از صدای خداست؟ آیا کسی بهت گفت این خداست؟ آیا چیزی که دیدی شبیه به یک خواب و رویا بود؟ از کجا تشخیص میدی که این چیزی که دیدی توهم نبوده؟ ببینید زمانی که فرد علائم حیاتی خودش رو از دست میده، قطعاً بینایی، شنوایی و حواس فیزیکی بدنش رو از دست داده. و اگر مغز فرد زنده باشه، یعنی هنوز دچار مرگ مغزی نشده باشه، احتمال این که خیالات و توهمات ذهن خودش رو بسیار پررنگتر از زمانهای دیگه ببینه بسیار زیاده. یعنی اگر ما در شرایط فعلی که بیدار هستیم توجه بسیار اندکی به خیالات درون ذهن خودمون داشته باشیم، بالاخره یک قسمتی درون مغز ما هست که داره خیالات رو تولید میکنه، ما نمیتونیم اینو منکر بشیم. همه ما دچار فکر خیال و توهم هستیم، حالا کم یا زیاد. ما در حالتی که میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، هیجان زده هستیم، توجهمون به اون قسمت از مغزمون کمتر هست، اونها کم رنگ برای ما. زمانی که میخوابیم توجهمون به اون قسمت بیشتر میشه. چرا؟ چون توجهمون به حواس فیزیکی بدنمون کم میشه، اون قسمت خیالات پررنگتر میشه و
و ما چیزهایی رو به نام رویا میبینیم و هممون هم میدونیم که این رویاها واقعیت نداره و توهماتی بیش نیست. اما زمانی که فرد بمیره، یعنی علائم حیاتی خودش رو کامل از دست بده، فقط مغزش زنده مونده باشه، احتمال اینکه اون خیالات رو بسیار پررنگ‌تر از خواب ببینه هست، احتمال اینکه اونها رو شبیه واقعیت ببینه هست. یعنی یک فرض اینه که اون چیزهایی که این فرد مشاهده میکنه توهم بوده باشه، فقط چون مغزش زنده مونده، مغزش نمرده و دوباره تونسته برگرده به دنیا و بدنش رو هم سالم بکنه و زنده بکنه، تونسته اون مشاهداتی که در اون لحظه داشته رو به خاطر بسپاره و برای ما نقل بکنه. پس این یک توجیه برای پدیده تجربه نزدیک به من. این ممکنه توهمات شما باشه و ممکنه زمانی که مغز احساس مرگ میکنه یک سری هورمون‌هایی رو ترشح بکنه که اون هورمون‌ها باعث افزایش بسیار شدید کارایی مغز بشه، یعنی مغز فعالیتش در اون لحظات چندین برابر بشه به خاطر حفظ جان، به خاطر بقا. یعنی مغز احساس کرده که داره میمیره، حالا یا تصادف کرده یا سانه یا سقوط کرده از یک جایی، یعنی مغز فهمیده که داره میمیره و شروع کرده هورمون‌هایی رو ترشح کرده که آخرین تلاش‌های خودش برای بقا رو انجام بده. احتمال بسیار زیاد اون هورمون‌ها باعث شده که اعصاب بینایی تحت فشار قرار بگیره، پمپاژ پتاسیم بالایی توی اعصاب بینایی صورت بگیره و این به صورت نور در قوه بینایی خودش رو نشون بده. شما نمیدونم اگه تجربه این رو داشته باشید که چشمتون رو فشار بدید، ببندید و چشمتون رو فشار بدید، یک چیز شبیه نور درون قوه بینایی خودتون احساس میکنید. فرض کنید حالا اعصاب بینایی شما توسط بعضی از هورمون‌هایی که داخل مغز ترشح میشه تحت فشار قرار بگیره. این احتمال هستش که افزایش شدید هورمون‌ها در زمان مرگ باعث این نورهایی که اینها می‌بینن شده باشه، این مشاهدات شده باشه، این چیزی که شبیه تونل که تقریبا همشو میگن ما از درون یه تونل رد شدیم. یک احتمال اینه که افزایش هورمون‌های مغز، یعنی یک توجیه فیزیکی ما براش بیاریم، از یک توجیه فیزیولوژی از درون خود مغز انسان بتونیم براش بیاریم که به خاطر این هستش که اینها دارن این مشاهدات رو میبینن و شبیه هم هست، چون مغز انسان‌ها شبیه هم هست، در موقع مرگ رفتار مشابهی رو از خودش نشون میده و همه یک چیز شبیه تونل، یه چیز شبیه نور میبینه. اما خب بعضی از مشاهدات فراتر از این تونل و نور هست. مثلا عملیات احیای تیم پزشکی رو میبینه، نقل میکنه، بعضیاشون میگن ما با موجودات فرازمینی روبرو شدیم و میگن بسیار شبیه همین موجودات فرازمینی بودن که توی تلویزیون نشون میدن و خب بالاخره اینها انسان رو به فکر فرو میبره. بعضیا دیتیل بالایی رو نقل میکنن، اینکه مثلا میگه آقا این موجودی که من دیدم 4 تا انگشت داشت، 5 تا انگشت نداشت، یا اینکه چشماش مثلثی شکل بود، پوستش خاکستری رنگ بود. خب این دیتیل نشون دهنده اینه که ما باید دنبال توجیه دیگری بگردیم. توجیه دومی که میشه برای تجربه نزدیک به مرگ آورد چیه؟ من یه چیزی رو فراموش کردم اولش بگم، اصلا برهان تجربه نزدیک به مرگ چیه؟ اصلا برهانی که نقل میکنن چیه؟ ببینید، برهان تجربه نزدیک به مرگ یک برهان منطقی نیست که ما بخوایم اون رو با استدلال منطقی رد بکنیم. این رو تو ذهنتون داشته باشید. اینها نمیخوان بیان بگن که مقدمه اول اینه، مقدمه دوم اونه، پس خدا وجود داره. نه، میگه من خدا رو دیدم، از سمخ مشاهده است، میگه من با خدا صحبت کردم. ببینید، برهانی در کار نیست توی برهان تجربه نزدیک به مرگ. به خاطر همین اینقدر قدرتمنده. یعنی ممکنه یک اتئیستی که سالهای سال بی خدا باشه، هزاران دلیل برای بی خدایی داشته باشه، بعد از یک بار تجربه نزدیک به مرگ کاملا باورمند بشه به خدا و متعصب هم باشه به باور خودش. چرا؟ چون قدرت مشاهده از قدرت برهان بیشتره. با خودش فکر میکنه، میگه بالاخره شاید توی اون برهان های اشکالی هست که من نمیفهمم، ولی من مشاهده کردم خدا را. تجربه نزدیک به مرگ خیلی در ایجاد باور برای فرد قدرتمند هست. به خاطر همین ما نمیتونیم این رو با برهان رد بکنیم. این هم در نظر داشته باشید. ما تنها میتونیم مشاهده رو توجیه بکنیم. به خاطر همین که من دارم توجیهات مختلفی رو الان بیان میکنم، میخوام بگم آقا این پدیده ممکنه به خدا ربطی نداشته باشه. این مشاهده شما، بر فرضی که راست بگید، دروغگو نباشید، مشاهده کرده باشید، این مشاهده شما ممکنه ربطی به خدایی که ادیان میگن، به خدایی که در ذهن شما هست نداشته باشه. ممکنه توجیه زیست شناسی داشته باشه، مثلا به علت ترشح هورمون هایی که در زمان مرگ در مغز ترشح میشه باشه. یا اینکه شما اینو قبول نمیکنید، میگید نه، از این فراتر بوده مشاهده من. من توجیه دیگه ای رو برای شما ارائه میکنم. توجیه دوم، میگم ممکنه بدن انسان، مغز انسان، ابعاد ناشناخته ای داشته باشه که هنوز علم بشر به اونها نرسیده. روانشناسا سعی میکنن که این ابعاد ناشناخته رو کشف بکنن، چه در سایکولوژی چه در پاراسایکولوژی. و یکی از اون ابعاد ناشناخته وجود انسان که امروزه در دنیا در روانشناسی بسیار داره راجبش تحقیق میشه، مسئله هیپنوتیزمه، مسئله نقطه ترانس هست. نقطه‌ای هست بین خواب و بیداری، بهش میگن نقطه ترانس.
زمانی که فرد در اون نقطه قرار میگیره قابلیت هیپنوتیزم کردن و هیپنوتیزم شدن رو پیدا میکنه. هیپنوتیزم یک پدیده‌ایه که شما به چشم خودتون میتونید اون رو تجربه بکنید و ببینید. قدرت‌های مختلفی انسان‌ها در زمان هیپنوتیزم پیدا میکنن. از اینکه درد رو حس نکنن یا درد کاذبی رو حس بکنن، از اینکه خاطرات گذشته رو که در ذهنشون بوده و پاک شده به یاد بیارن، از اینکه زخم‌های بدنشون ترمیم بشه، حتی دردهای بسیار بزرگی مثل درد زایمان رو با هیپنوتیزم کامل از بین میبرن، یعنی بدون هیچ گونه داروی بی‌حسی زایمان بدون درد انجام میدن الان در کشور خارجی با هیپنوتیزم. مؤسساتی هستن که این کار رو انجام میدن، زایمان بدون درد با هیپنوتیزم. به وسیله هیپنوتیزم میتونن تصورات مختلفی رو در ذهن شما ایجاد بکنن. شما میتونید شخصی رو که وجود نداره جلوی چشم خودتون ببینید، یکی از اقوامتون که از دنیا رفته رو ببینید، باهاش صحبت بکنید. خیلی شبیه تجربیات نزدیک به مرکز هیپنوتیزم. اتفاقاتی که در زمان هیپنوتیزم شدن برای افراد میفته خیلی شبیه تجربیات نزدیک به مرکز، و همین این احتمال رو در ذهن ما ایجاد میکنه که شما زمانی که در اون شرایط قرار داشتید وارد نقطه ترانس شدید و اتفاقاتی که در اون لحظه برای مغز میفته در اون لحظه برای شما افتاده. حالا توجیه این اتفاقات چیه؟ چرا در زمان هیپنوتیزم مثلا شما درد رو حس نمیکنید؟ یا چرا شما در زمان هیپنوتیزم میتونید از بدن خودتون جدا بشید، برید مثلا یک جایی رو از نزدیک ببینید و برگردید دوباره درون بدن خودتون؟ افراد زیادی با هیپنوتیزم میتونن این تجربه رو حس بکنن، میتونن از سیاره زمین خارج بشن، برن تو فضا، از فضا زمین رو ببینن، بعد برگردن، میتونن برن جزایر هاوایی رو ببینن، برگردن. این چه حسیه که در زمان هیپنوتیزم شدن به انسان‌ها دست میده؟ روانشناسای زیادی روی این حس کار کردن، از جمله فکر کنم فروید روی این مسئله خیلی کار کرده و روی نقطه بین خواب و بیداری خیلی تمرکز داشته. ایشون در زندگیشون نمیخوابیده، میشسته و یه سینی رو زیر دستش میگذاشته، یه خودکاری رو دستش میگرفته و سعی میکرده به حالت خواب فرو بره. زمانی که به حالت خواب نزدیک میشده و میخواسته بخوابه، دستش شل میشده، این خودکار میافتاده داخل سینی، صدا میکرده و این دوباره از خواب میپریده و به این روش انگار داشته سعی میکرده خودش رو در این نقطه‌ای که بین خواب و بیداری هست نگه داره و ادعا میکرده که در این نقطه اتفاقات مهمی براش افتاده، ادعا میکرده که انسان‌ها در این نقطه همه یکی هستن، احساس وحدت با تمام موجودات میکرده. میگم کسانی که تجربه نزدیک به مرگ دارن یک چیزهای شبیه این حس رو نقل میکنن، میگن خدا یک چیزی بود که انگار همه چیز بود و ما در اون لحظه احساس میکردیم که با همه موجودات یکی هستیم و اون خدا بود. این حس رو جناب فروید هم توی این تجربه خودش که خودکار میگرفته دستش و خودش رو بین خواب و بیداری نگه میداشته تجربه کرده. یک حسه که در اون لحظه مغز انسان حالا یک اتفاقی براش میفته که ما اون حس رو میتونیم تجربه بکنیم. و حتی فراتر از این، جناب فروید یا روانشناسای دیگه‌ای که روی این مسئله الان دقیق یادم نیست که کدوم یکی از روانشناسا این مطلب رو بیان کرده بود، ادعا میکرد که در اون نقطه ما میتونیم ذهن افراد رو و فکر افراد رو بخونیم یا اینکه تسخیر بکنیم افراد رو، یعنی کنترل ذهن انجام بدیم، فکر در ذهن افراد ایجاد بکنیم. ما در اون نقطه میتونیم ذهن افراد رو کنترل هم بکنیم. این یک توجیه میتونه باشه، میتونه یک توجیه باشه که ذهن ما، مغز ما ابعاد ناشناخته‌ای داره. بدن ما، ماهیچه‌های ما، استخوان‌های ما خب یک ساختار ساده‌ای داره، خیلی راحت کشف شده توسط پزشکی. اما مغز ما ساختار بسیار پیچیده‌ای داره، یعنی پیچیده‌ترین عضو بدن انسان که بسیار 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 پیچیده‌تر از سایر اعضای بدن ما هست، مغز ما باشه. میتونه ابعاد بسیار ناشناخته‌ای داشته باشه، میتونه فرستنده مثلا سیگنال درون خودش داشته باشه، مثل سیم کارتی که داخل موبایل ما هست. کاملا احتمالش هست که درون مغز ما انواع مختلفی فرستنده‌های سیگنال وجود داشته باشه که ما از وجود اون بی‌خبریم و در شرایط خاص این فرستنده‌ها فعال میشه، سیگنال‌هایی رو می‌فرسته، یا گیرنده‌های سیگنال‌هایی رو درون مغز ما هست که ما از وجود اونها بی‌خبریم. ما میتونیم انواع امواج الکترومغناطیس رو درک بکنیم و در حالت عادی اون حس‌ها در وجود ما فعال نیست. حالا در نقطه ترانس، چون تو اون نقطه ما نه خوابیم نه بیدار، هم بیداری نداریم هم خواب نمیبینیم، توجهمون به اون قوای نهفته وجود خودمون خب بیشتر میشه و میتونیم یه چیزایی رو درک بکنیم. به مرور زمان که این تمرینا رو بیشتر انجام بدیم خب میتونیم اونها رو بیشتر و قوی‌تر درک بکنیم. مثل بیناییه، یعنی اگر بچه چشمش رو باز بکنه اول احتمالاً یه سری چیزای مبهمی رو میبینه، یعنی خیلی با سنسور چشم نمیتونه خوب کار بکنه لحظه اول. به مرور زمان میتونه خوب این فوکوس چشم خودش رو در کنترل خودش بگیره، هر جایی که بخواد سریع بتونه ببینه و تصاویر رو واضح‌تر ببینه. خب با تمرین و تکرار احتمالاً ما میتونیم اون سنسورهای دیگه مغز خودمون رو هم که وجود و ما از وجودش بیخبر هستیم فعال بکنیم، ببینیم. شاید چیزی که در عرفان بهش میگن چشم سوم، همین یک سری سنسورهای واقعی درون مغز ما باشه و نه اینکه فقط در اون نقطه ما بتونیم اون رو فعال بکنیم، نه، اون نقطه شروع فعال سازیش هست. احتمالاً در اون نقطه یا چیزی که در عرفان بهش میگن نفی خواطر،
خاطر، یعنی میگن شما فکر و خیال خودت رو از بین ببر، برو در حالت مدیتیشن، بینایی خودت رو از بین ببر، لامسه خودت رو از بین ببر و به نقاط درون وجود خودت توجه بکن. همون میشه سنسورهایی که تا حالا فعال نشدن درون مغز ما، سنسورهایی که ممکنه از بچگی درون مغز ما وجود داشته و ما تا حالا ازش استفاده نکردیم. ممکنه لحظه شروع به فعالیتش یا اولین باری که ما اون سنسور رو درک میکنیم در این حالت مدیتیشن و خلسه باشه، ولی زمانی که ما تونستیم با این سنسور کار بکنیم، شاید بتونیم در حالت راه رفتن، در حالت بیداری، در حالت فعالیت روزانه هم مثل همونطوری که چشممون کار میکنه، گوشمون کار میکنه، بتونیم از اون سنسور هم استفاده بکنیم. این احتمال هست که ما سنسورهای ناشناخته‌ای درون مغزمون وجود دارد، چیزایی که بتونه با امواج الکترومغناطیسی سر کار داشته باشه، یا سیگنال بفرسته یا سیگنال دریافت بکنه، یا اینکه مغز همه انسان‌ها نوع خاصی از امواج رو در کل جهان داره منتشر میکنه و انسان‌ها توسط این سنسورهای خودشون میتونن این سیگنال‌هایی که ذهن دیگران داره منتشر میکنه رو درک بکنن و همون چیزی که شاید بهش بگن ذهن‌خوانی یا کنترل ذهن، شاید همینه، شاید واقعا یک پدیده فیزیکی است، شاید واقعا یک عضوی درون مغز ما هست که داره این کار رو انجام میده و ما از وجودش بی‌خبر هستیم. چرا؟ چون توجه ما به بینایی و شنوایی معطوف شده، اون سنسور باهاش کار نکردیم، ضعیف مونده، غیر فعال مونده. خب کسانی که اهل عرفان هستن، اهل ریاضت هستن، سعی کردن اون رو فعال بکنن، یک سری قدرت‌های خارق العاده‌ای به اصطلاح مردم عادی پیدا کردن. اگر در جامعه همه گوشاشون توش پنبه باشه و از گوشاشون استفاده نکنن، کسی که پنبه رو از گوشش در بیاره و صدا بشنوه، از نظر اون مردم اون جامعه داره قدرت‌های خارق العاده محسوب میشه. یعنی میگن این فرد قدرت‌های خارق العاده ای داره. اگر انسان‌ها نتونن ببینن و کسی که بتونه چشمش رو باز بکنه و بینایی رو داشته باشه، داره قدرت‌های خارق العاده محسوب میشه. همینطور راجع به شما مثلا به اصطلاح چشم سوم، حالا اگه اسمش رو بذاریم چشم سوم، این سنسور، اگر شما این سنسور رو ازش استفاده نکنید و اکثر مردم از این سنسور استفاده نکرده باشن، اگر تعداد محدودی از انسان‌ها تونسته باشن این سنسور رو فعال بکنن، حالا یا با یک تجربه نزدیک به مرگ، یا با خلسه، یا با مدیتیشن، یا با هیپنوتیزم، یا با ریاضت، با هر روش تونسته باشن این سنسور رو فعال بکنن، از دید سایر افراد دارای قدرت‌های خارق‌العاده محسوب میشن، در صورتی که ممکنه کاملا توجیه فیزیکی داشته باشه، هیچ ربطی به خدا نداشته باشه. شما میتونید این رو آزمایش بکنید. اگر واقعا یک موج الکترومغناطیسی باشه، میتونه توسط سنسورها، توسط رادار توی آزمایشگاه ضبط بشه. ما میتونیم فردی رو که دارای قدرت ذهن خوانی هست ببریم داخل آزمایشگاه، بعد دیگری رو داخل یک محفظه سربی قرار بدیم که امواج الکترومغناطیسی ازش عبور نکنن، ببینیم آیا میتونه ذهن اون رو هم بخونه یا نه. ما میتونیم اینها رو آزمایش بکنیم، یعنی اینها پدیده هایی هستن که قابل آزمایش هستن. خب این یک توجیه. ببینید، ما داریم سعی میکنیم مشاهداتی که نقل میشه توسط افراد در تجربیات نزدیک به مرگ رو توجیه بکنیم، توجیهاتی که ربطی به خدای ادیان نداشته باشه. البته اون چیزی هم که اونها نقل میکنن خیلی با اون اوصافی که از خدا در ادیان نقل شده مشابهت نداره. ولی خب به هر حال ما باید بتونیم سعی بکنیم توجیهاتی برای این مشاهدات، بالاخره مشاهده ارزشمنده، همیشه در علم فیزیک مشاهده ارزشمنده، ما باید بتونیم توجیهی برای مشاهدات داشته باشیم. توجیه دیگری که آخرین توجیه ما هست برای این پدیده ها ما میتونیم بیاریم اینه که ما در یک دنیای مجازی اسیر هستیم. فیلم ماتریکس رو من بارها بهش اشاره کردم، فیلم های دیگری هم هستن که موضوع دنیای مجازی رو موضوع خودشون قرار دادن و راجبش داستان هایی رو نقل کردن. شما میتونید اون فیلم ها رو ببینید، با دنیای مجازی آشنا بشید. کاملا احتمالش هست، یعنی این پدیده عجیبی نیست که موجودات هوشمندی، حالا یا انسان های بیرحمی، یا موجودات فرازمینی بیرحمی، یا ربات های بیرحمی، ما رو گرفته باشن توسط حالا یا تلقیح مصنوعی یا تلقیح طبیعی. اینا احتمالاتی هست که در فیلم های مختلف همش پرداخته شده، میتونید ببینید و با انگیزه های مختلفی ما رو دارن تکثیر میکنن. و بعد برای اینکه ما حقیقت رو نفهمیم، از توی این زندان هایی که درش اسیر هستیم، از توی دامداری هایی که درش اسیر هستیم نتونیم فرار بکنیم، ما رو توی دنیای مجازی اسیر کرده باشن، تراشه هایی رو درون مغز ما قرار داده باشن و اون تراشه داره به مغز ما اطلاعات بینایی شنوایی میده. این احتمال کاملا هست، احتمال معقولی هست، یعنی ما دلیل منطقی بر ضد این احتمال نداریم، بر ضد این فرضیه نداریم، احتمالش هستش که ما در یک دنیای مجازی اسیر باشیم. خب اگر این دنیا مجازی باشه، با مرگ ما نمیمیریم، با مرگ ما از این دنیا مجازی بیدار میشیم و باید اونجا منتظر باشیم تا یک آدم فضایی بیاد اونجا ما رو بکشه، یا اینکه دوباره ما رو به بدنمون برگردونه و بشه تجربه نزدیک به مرگ. این توجیه، این فرضیه میتونه تمام تجربیات نزدیک به مرگ رو توجیه بکنه بدون اینکه هیچ ربطی به خدا داشته باشه. بله، تو برهان دنیای مجازی گفتم هر دنیای مجازی قطعا خالقی داره. خب بالاخره یک ابر کامپیوتری باید باشه که این ماتریکس رو رندر بکنه برای ما دیگه، باید یک کامپیوتری باشه که این اطلاعات بینایی شنوایی رو در هر میلی ثانیه به ذهن ما
ما، به چشم ما، به گوش ما، به مغز ما ارسال بکنه. اینها با هم دیگه همخوانی داشته باشه، یعنی حرفی که من میزنم گوش شما همون حرف رو بشنوه در اون لحظه. این یه کامپیوتر میخواد که به صورت واحد تمام اینها رو کنترل بکنه. بله شما میتونید اسم اون کامپیوتر رو بذارید خدا، ولی ما به اون نمیگیم خدا. خدای رحمان رحیم نیست اون کامپیوتر. لم یلد و لم یولد نیست، یعنی نزاده شده و نمیزاید نیست اون خدا. شما میتونید اسم رئیس اون دنیای مجازی رو، حالا اون دامداری که ما داریم توش زندگی میکنیم، بالاخره یک فرازمینی هست، یک موجود حالا یا انسان نمایی هست، یک موجود بیرحمی هستش که رئیس اون دامداری بالاخره، و از خون ما، از شیره جون ما، حالا از اعضای بدن ما، مثل فیلم جزیره مثلا داره تغذیه میکنه، استفاده میکنه. به هر حال ما میتونیم اسم اون رئیس اون مجموعه رو، پادشاه اون جهان رو، اسمش رو بگذاریم خدا. ولی خب اون بالاخره یک موجود بیولوژیکه، یک رباته، بالاخره ساخته شده، اسیر در زمان و مکان دنیای خودش هست، ویژگی های خدا رو ندارد. این رو خوب دقت بکنید، کامپیوتری که داره ماتریکس رو برای ما رندر میگیره خدا نیست. درسته که خالق لحظات این جهان هست، هیچ برگی از درخت نمیافتد مگر به اذن او. این قسمتش با خدای ادیان میخوره، اینکه این کوه و درخت و آب و دریا رو داره اون در این لحظه برای ما رندر میکنه، این قسمتش با خدا میخوره. بله یک وصف از اوصاف خدای ادیان رو داره این کامپیوتر، ولی همه اوصافش رو نداره. خدای ادیان نباید ساخته شده باشه توسط دیگری، نباید نیازمند باشد. اون کسی که دامداری درست کرده از انسانها، داره تغذیه میکنه، مثلا هورمونی از بدن انسانها برمیداره که باعث جاودانگی میشه، حالا به اصطلاح هورمونهای مختلف بدن ما رو دارن برمیدارن برای خودشون استفاده میکنن، قلب، کلیه، مثلا اگه مثلا چیزی از بدن اونها فرسوده بشه میان از بدن ما برمیدارن، به بدن خودشون پیوند میزنن، اعضای بدن ما رو دارن استفاده میکنن. خب این نیاز دیگه. خدای ادیان نیاز است. این خدایی که در دنیای مجازی تعریف میشه، این خدا خدای نیازمنده، پادشاه اون جهان. از همه موجودات نیازش بیشتره به ما. اگه نیاز نداشت چوپان، از همه نیازش به گوسفند بیشتره دیگه. چوپان اگه به گوسفند نیاز داشت اینقدر زحمت نمیکشید که گوسفند رو ببره بچرونه که. نیاز داره دیگه که داره گوسفند پرورش میده. فرضیه دنیای مجازی به صورت کامل میتونه تجربیات نزدیک به مرگ رو توجیه بکنه. شاید دوتا توجیه قبلی خیلی کامل نتونه توجیه بکنه، ولی فرضیه دنیای مجازی تمام مشاهداتی که بیشترین تجربیات نزدیک به مرگ هم داشتن میتونه توجیه بکنه. شما اولین سوالی که بعد از خودتون بپرسید اینه که چرا ما توی دنیای مجازی اسیر هستیم؟ چرا یادمون نمیاد؟ پس یعنی ما رو از بد به تولد این تراشه تو مغزمون کار گذاشتن. چرا یک نوزادی که تازه به دنیا آمده رو تراشه توی مغزش کار گذاشتن؟ به چه اجازه این کار رو انجام دادن؟ چرا ما اجازه نداریم از این دنیای مجازی خارج بشیم؟ چرا وقتی میخوایم خارج بشیم این تراشه رو از مغز خودمون در بیاریم با مقاومت روبرو میشیم؟ اتفاقا حرف ادیان به این فرضیه دنیای مجازی شبیه هست. حالا ما در دوره دین شناسی به این مسئله اشاره کردم. آخرتی که در ادیان مطرح میشه بیشتر شبیه همین دنیای مجازی است. توی ادیان میگن که الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم همه خوابن، وقتی میمیرن بیدار میشن. خب این دقیقاً مثل فیلم ماتریس میمونه. میگه مرگ پایان زندگی نیست، مرگ بیدار شدن هست. میگه شما در یک جهان دیگری هستید، اونجا موجودات دیگری هستن، فرشته های هستن، ملائکه هستن، نگهبانانی هستن، دارن از شما محافظت میکنن، دارن شما رو تغذیه میکنن، صبح و شب به شما رزق میدن. اینها مطالبی هستش که با دنیای ماتریکسی خیلی شبیه هست. توی دوره دین شناسی اینو با هم بررسی میکنیم که جهان بینی که ادیان ارائه میکنن جهان بینی دنیای مجازی است. یعنی ادیان این جهانی که ما داریم درش زندگی میکنیم رو یک جهان واقعی نمیدونن. یعنی این جهان یک جهان مجازی است و شما یک سری حالا آفریننده هایی دارین. نمیگن تازه ادیان آفریننده، میگن رب. رب یعنی پرورش دهنده، چون خلق فرق داره با پرورش دادن. چوپان گوسفند رو پرورش میدهد، اما گوسفند رو خلق نمی کند. خلق از لحاظ فلسفی معنی خاص خودش رو داره. خلق یعنی وجود اون فرد وابسته به شما باشه در هر لحظه، مثل تصویری که داره در کامپیوتر نشون داده میشه. برق بره اون تصویرم از بین میره. اما گوسفند ممکنه باشه ولی چوپان بمیرد. چوپان خالق گوسفند نیست، ساعت ساز خالق ساعت نیست، گردآورنده ساعت هست. چوپان رب و پرورش دهنده است. توی ادیان خدا رو بیشتر رب معرفی میکنن، میگه خدا چوپان شماست. صراحتا توی تورات و انجیل به این مسئله میپردازه، میگه شما گوسفندی، خدا چوپان شماست. قشنگ بحث دنیای مجازی رو داره توی دین مسیحیت بهش اشاره میکنه. توی دین اسلام هم اشاره هایی هست، میگه جهان آخرتی هست، شما میمیرید در جهان دیگری بیدار میشوید. این روایتی که گفتن از پیامبر اسلام بود، الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، این مردم خوابن، وقتی میمیرن از خواب بیدار میشن. خب اینها با فرضیه دنیای مجازی سازگاری داره. خب طبق این فرضیه بله تجربیات نزدیک به مرگ کاملا توجیه میشه. کسی که میمیره خب اونجا نگهبانش تصمیم میگیره که این رو دوباره به زندگی برگردونه و برمیگردونه به بدنش.
احساس میکنه که این هنوز عمرش تموم نشده، هنوز بدنش میتونه محصول تولید بکنه برای اونها، انرژی تولید بکنه، فرسوده نشده، بدنش جوانه، بر اثر سانحه مرده، بدنش رو احیا میکنه حالا با معجزه، یا نه بدنش رو حالا به یک روشی تیم احیای پزشکی میاد بدنش رو احیا میکنه و این دوباره به حیات دنیوی خودش برمیگرده، یعنی تراشه دوباره شروع به فعالیت میکنه. تراشه برای مثلا 10 دقیقه خاموش میشه، ادراکات بینایی و شنوایی از تراشه دریافت نمیکنه، چشم واقعیش توی دنیای واقعی باز میشه، اون نگهبان بالا کله خودش میبینه که حالا مثلا شبیه آدم فضایی هست، ذهن افرادی بغل دست خودش هستن اونها رو احساس میکنه، حالا مثلا سنسورهای دیگه ممکنه ما داشته باشیم به جهان واقعی، و بعد از 10 دقیقه اینا دوباره اون تراشه رو روشن میکنن، اینو چشمشو میبندن و دوباره میفرسن توی خوابی که تا حالا داشت میدید. تمام تجربیات نزدیک به مرگ با یکی از این سه تا توجیه میشه و هیچ کدومش هم هیچ ربطی به خدا نداشت. اگر کسی رو دیدید که با دیدن یک تجربه نزدیک به مرگ خدا باور شده، این کلیپ رو براش بذارید، قطعا بی خدا میشه. یا توهم اینها، هورمون‌های درون مغز انسان ترشح میشه در اون لحظه و یک سری توهماتی انسان میزنه، حالا چون شدتش بیشتر هست ادراکات دیگه ما در اون لحظه صفره، ما اینها رو از خواب قوی‌تر می‌بینیم، احساس می‌کنیم واقعیت داره. توجیه اول بودیم. یا اینکه مغز ما ابعاد ناشناخته دیگه‌ای داره، سنسورهای دیگه‌ای داره، فرستنده و گیرنده سیگنال داره مغز ما. ببینید کسانی که در دنیا دارن حکومت می‌کنن به این چیزها متأسفانه یا خوشبختانه باور دارن. الان مثلا من شنیدم از بعضی از نزدیکانمون که با رهبر ایران فامیل هستن، حالا یه فامیلی نزدیکی هم دارن، میگفت رهبر ایران هم همینجوری مثل فروید نمی‌خوابه. یه خودکار می‌گیره دستش و موقعی که خوابش می‌بره خودکار می‌افته تو سینی و کنه دوباره بیدار میشه، خودکار دوباره میگیره دستش، یعنی این به این روش به خواب هوشیار میخوابه، خواب نیمه هوشیار حالا به اصطلاح، یعنی هیچ وقت وارد خواب عمیق نمیکنه خودش رو. رهبر ایران جناب آقای خامنه‌ای، اینو من به صورت موثق شنیدم از یکی از نزدیکانمون که از نزدیکانشون. خب احتمالاً اینها یک سری چیزهایی میدانند از اینکه مغز انسان یک سری گیرنده هایی دارد، حالا این امواج الکترومغناطیس ممکنه روش اثر بگذارد. خب امواج الکترومغناطیس از محفظه سوربی عبور نمیکنه. احتمالاً اینها به این جور چیزها باور دارند، حالا یک سری علومی هست که شاید اینها میدانند و به مردم عادی منتشرش نمیکنند، خودشون استفاده میکنند برای اینکه توسط اون دانش ها میتونن ذهن انسان ها رو کنترل بکنن. میگن خب چرا دیگران هم اینو یاد بگیرن، بذار فقط ما بلد باشیم، ما فقط بتونیم ذهن مردم رو کنترل بکنیم، ما فقط بر مردم حکومت بکنیم. شاید واقعا واقعیتی باشه، این توجیه دوم توجیه بدی نیست، بهش دقت بکنید. شاید واقعا ذهن ما، مغز ما یک سری سنسورهای فرستنده های گیرنده هایی داره، امواج الکترومغناطیسی میفرسته، دریافت میکنه، با مغز سایر انسان های روی این سیاره ارتباط داره، میتونه اونها رو کنترل بکنه، میتونه فکر اونها رو بخواند، ولی خب روشش رو به ما نمیآموزند. چرا؟ چون که ممکنه خطرناک باشه برای خودشون، ممکنه هر کسی که این علم رو یاد گرفته تونسته خودش رو به قدرتی برسونه و از اون سوء استفاده بکنه برای کنترل دیگران. خب این روش رو به دیگران یاد نمیده، مثل بمب هسته ای که یاد بگیره به دیگران یاد نمیده، خودش استفاده میکنه. و توجیه سوم برای تجربیات نزدیک به مرگ این بودش که آقا این دنیا مجازی است. توجیه دوم نمیگفت این دنیا مجازی است، توجیه دوم میگه دنیا واقعی است. مغز ما سنسورهایی داره که ما از وجودش بیخبریم. توی فیزیک و شیمی متداولی که تو مدارس و آکادمی رایج دارن تدریس میکنن اینا رو به ما یاد نمیدن، یا هنوز علم بشر بهش نرسیده یا رسیده فقط دست به خواست. توجیه سوم میگه نه، دنیای ما اصلا دنیای مجازی است، اصلا واقعی نیست، ما توی رؤیا هستیم، همه ما داریم یک خواب مشترک، یک گیم آنلاین دیجیتال داریم هم بازی میکنیم، ما وقتی میمیریم بیدار میشیم و صحنه هایی از واقعیت رو میبینیم. اینم توجیه سوم. در هر سه حالت خدایی وجود نداره، یا اگرم خدایی وجود داشته باشه هیچ ربطی به این مشاهدات ما نداره. مشاهدات تجربیات نزدیک به مرگ بر فرض ما انکار نکنیم ها، بر فرض که نگیم اینا داستان‌های دروغی است که اینا سرهم کردن که مثلا ما رو فریب بدن، بر فرض که احترام بگذاریم بگیم اینها راست هست، این مشاهدات ارتباطی به خدا پیدا نمی کند. خدایی که در ادیان هست اوصاف مشخصی داره، باید ساخته نشده باشه، باید زاده نشده باشه، باید بی نیاز باشه، باید بی نهایت باشه، باید خالق ما باشه، نه اینکه رب باشه فقط، باید خالق هم باشه، باید رحمان و رحیم باشه، مهربان باشه. الان خدایی که توی ماتریکس تعریف میشه خدای ظالمه، اون انسانهایی که تو فیلم جزیره از اعضای بدن سایر انسانها استفاده میکنن انسانهای ظالمی هستن، رحمان و رحیم نیستن. اوصافی که در ادیان برای خدا ذکر شده با مشاهداتی که افراد در تجربیات نزدیک به مرگ نقل میکنن همخوانی نداره، یعنی اینها اگر خوب دقت بکنن باید بی خدا بشن اتفاقا، یا اینکه حد اکثر نباید از این مشاهدات به خدا پی ببرن، باید بگم خب اینم یه مشاهده بود که ما داشتیم، فوقش به این پی ببرن که این جهان مجازی است. نباید از مشاهدات تجربیات نزدیک به مرگ ما به این نتیجه برسیم که پس خدا وجود داره، خدا مشخصه وصفش، خدا معلومه چیه،
خدا اثبات می شود که وجود ندارد. ما برهان داریم برای اینکه خدا وجود نداره. برهان منطقی که مولا دردش نمیره. برهان دنیای مجازی نگاه بکنید. قسمت 16 17 بود به نظرم. اثبات میشه که بر فرض که این جهان مجازی هم باشه، بالاخره اون جهان واقعی خدا نداره. اگر اون هم بگیم مجازیه، بالاخره ما تهش به یک جهان واقعی باید برسیم. نمیشه مسلسل باشه. نمیشه تسلسل داشته باشیم همه جهان‌ها مجازی تو در تو باشن. بالاخره تهش باید به جهان واقعی برسه. جهان واقعی اثبات میشه که خدا نداره. برهان منطقی داریم که ما همه در جهان واقعی هستیم و جهان واقعی خدا ندارد. ما برهان داریم که خدا وجود ندارد. پس هیچ مشاهده‌ای نباید به ما کمک بکنه که ما خدا باور بشیم. اگر هم مشاهده‌ای داریم، باید توجیه بکنیم اون مشاهده رو. فوقش به این نتیجه می‌رسیم که ما در یک دنیای مجازی اسیر هستیم. باید یه فکری بکنیم که چجوری از این جهان مجازی آزاد بشیم. فوقش به این نکته خوب دقت کنید. ببخشید که طولانی شد، چون اهمیت داشت تجربه نزدیک به مرگ، یک مقدار سعی کردم بیشتر توضیح بدم. چون قدرت داره مشاهده، قدرت داره مشاهده، باوری که در انسان ایجاد می‌کنه از برهان قوی‌تر هست. به خاطر همین سعی کردم یک مقدار این بحث رو بیشتر بازش بکنم. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سربلند و پیروز باشید. بدرود.